ببینم هیجان داری؟ هیجان ندارم، یکم استرس دارم. بعد از دادگاه حسابی سبک میشی. امیدوارم. خب بعدش چی کار میکنی؟ برنامه‌ای داری؟ اولش یکم حالشو میبرم، خودمو پیدا میکنم، چون سالهای سال مسئولیت زیادی رو دوشم بوده. یعنی زندگی مشترکی مسئولیته؟ برای من اینطور بود. والا به نظر من شریک بودنه، شریک زندگی بودن، شریک مسئولیت ها بودن، به وقتش یه تیکه نون و شریک شدن. با آدم مناسب آره همینطوره. انتخاب من از اول اشتباه بود. مامانم بی خود به هم نمیگه، خنگ خدا. اختیار داری، اگر آرزوهای خوب کنی خوبی هم میاد تو رو پیدا میکنه. پس بیا یه آرزو کنی. خیلی خوب. آرزویی کردی؟ آرزو رو که نمیگه. خیلی خوب، یه راه طولانی و قشنگ آرزو کردم و یه رفیق راه که تو اون راه همراه هم باشه و هیچ وقت ناراحتم نکنه. به سلامتی. ادامه بدی؟ باشه. پسرم، حرفای داداش حقیقت داشت؟ یعنی تو با اون زن اصلا با عقلم جور در نمیاد. چطور میتونی همچین چیزی ازمون قایم کنی؟ حالا قایم کردی، چجوری اون زن با مامان سر یه میز نشوندی؟ از همه انتظار داشتم ولی از تو نه. روز اول مدرسه مامان ما رو آماده کرده بود، منم خیلی هیجان زده بودم، خیلی هم ترسیدم. دوستای جدید، زندگی جدید، ولی بیشتر از همه چون تو کنارم نبودی میترسیدم. بعد تو اومدی پیشم و اونجا روبرون وایسادی، گفتی پسر شجاعم، حق کسی رو نخور، تحت هر شرایطی مؤدب باش، با همه خوشرو باش پسرم، ولی مهمتر از همه رو راست باش، حتی اگه نتیجهش تلخم باشه بازم باید رو راست باشی. کجا پسر؟ بلکن بابا. سلجوق، ازت خواهش میکنم یکم بهش فرصت بده. حق دارید، هم تو هم اون، همه تون حق داریم. من اشتباه کردم، تحت هر شرایطی باید با تون رو راست میبودم. فکر کردم گفتم با تون حرف بزنم ولی بعد گفتم زیاد بهتره که نگی، آرامش خانواده رو به هم میزنی. بعد ببین چی شد. به خاطر یه اشتباه تمام کارای درستم تو چشم خانواده‌ام پاک شد. اولین بار که شنیدم ازت عصبانی شدم. به مادرم فکر کردم، به حرفایی که بهمون زدی فکر کردم، هنوزم دلخورم. البته یه چیزیه که تموم شده رفته. درزم بابا دیگه دلیلی نداره، نه ما تو رو تحت فشار قرار بدیم نه تو خودتو. باید به فکر آینده باشیم، مخصوصا وقتی یه عده‌ای برامون دندون تیز کردن. ما باید پشت هم دیگه باشیم بابا. فقط باید به آینده فکر کنیم و اینکه چی پیش میاد. برای همین این بحث رو تموم بکنیم و دیگه هیچ وقت بازش نکنیم بابا، باشه؟ ببین دارم بهت میگم، راهی که این آقا مهمت میره درست نیست، داره کار خودش رو سخت‌تر میکنه. آخه تو کی هستی که بری کار پلیس رو خودت انجام بدی؟ تو اول برگرد دو کلمه حرف به بابات بزن، به بابات. وای، پلیس باشه یا مهمت، به خدا اصلا برام مهم نیست. هر کاری میخوان بکنن، کار هر کیه، هر چی زودتر پیدا بشه بره، هم اونا خلاص شن هم ما راحت شیم. به تو چه فردوس؟ به تو چه؟ اصلا به ما چه؟ مشکلات ما برای خودمون کم نیست، با اینم با سر کله بزنین. چه میدونم آقا زیا فیلش یاد هندوسون میکنه، آقا مهمت هم بچه اینکه یک کلمه حرف به باباش بزنه قهرمون بازیش گل میکنه و میفته دنبال یه آدم بدبخت و بیچاره. منو ببین نفساتو رو خدا خودتو قاطی ماجرا نکن، ول کن، هر کاری دلشون میخواد بکنن. خودمون به اندازه کافی مشکلات داریم. خدیجه رو ببین، تا دیروز میگفت اون مرد ازدواج میکنه، امروز میگه بمیرم هم ازدواج نمیکنم. ساکت شو زن، ساکت شو، الان تمام مشکلاتمون حل شده، فقط مونده ازدواج کردن خدیجه. جواب مردمو چی بدیم نفسات؟ بگو پشیمون شدیم فردوس، بگو پشیمون شدیم.
لعنت خدا بر شیطان. مگه من چی گفتم؟ کتی؟ بله الان نور خانم. یه نوشیدنی برام بیار، سرم داره میترکه. براتون دمنوش بیارم؟ چای سبز یا بابونه؟ کدومو میخواین؟ تو رو خدا مثل آدمای مرده با من حرف نزن و از همون همیشگی برام بیار دیگه. باشه. یه بار از رو دوشمون برداشته شد. درسته وضعیتمون بده، اتفاق پشت اتفاق، ولی یه راز بزرگ افشا شد. راست میگی به خدا، کی فکرشو میکرد آقا ضیا و الان نور خانم؟ سالها پیش. وای 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 وای. حالا یه ماجرای خیلی بزرگتر که کاراگافاتوش باید حلش کنه. یه ماجرای پیچیده تر داریم. ببین منو دختر، مواظب لیوانه باش. به عنوان کسی که تو این خونه حسش از همه قوی تره و تمام اتفاقایی که میفته رو با جزئیات کامل دنبال میکنه، باید بگم که تو هم جز مزنونا هستی. چطور؟ اینجوری بگم، با تکیه بر تجربیات و سریالای معمایی خارجی که دیدم، باید بهت بگم نمیتونه خدیجه باشه. خیلی تو چشمه، همه ازش انتظار این حرکت رو دارن، کار اون نیست. مینا رو بگم، نه اون یه آدم بی دست و پاس. خوب همیشه مجرم کیه؟ کیه فاتوش؟ همونی که هیچ کس ازش انتظار نداره. یعنی باغبون. خدا رو شکر ما که باغبون نداری. آره نداری، ولی ما هستیم. ولی حالا که مشخص کار من نیست، اسم کسی به ذهنت میرسه؟ تو. تو بگم چی کارت نکنه؟ ای خدا لعنت برشی تو. من این معما رو حل میکنم، قسم خوردم به جون خودم حلش میکنم. خدا به خیر کنه. ترسیدی ها؟ Thank you.
خیلی خوب مهدی، بعدم با هم حرف میزنیم. مادر جون، خبر جدیدی هست پسرم؟ نه متاسفانه. میدونی مامان، هیچ کس این قهوه رو مثل تو نمیتونه درست کنه. نوش جونت. من خوبم پسرم، نگران نباش. چرا سکوت کردی مادر؟ چرا چیزی نگفتی؟ جا خوردم، نمیدونستم چی بگم. شما خودتون هزار تا مشکل دارین، گفتم ما انباری رو دوشتون نشیم. مادر من همیشه کنارتم، اینو میدونی دیگه. پس خیالت راحت باشه، بابا هیچ وقت کاری نمیکنه که به این خانواده آسیب بزنه. من به بابات اعتماد کامل دارم، همیشه اینطور بوده و همینطورم باقی میمونه. شما هم اینجوری باشین، اونو تحت فشار نذارین. شما نگران نباش مادر، و اصلا خودتو ناراحت نکن. تو اینجا چی کار میکنی؟ میخواستی چی کار کنم؟ دنبال مدرکم. گوشیمو بده، تو دیوونه شدی، بدهش. من اینقدر دیوونه نشدم رمز گوشیمو تاریخ تولد یه مرد متأهل بذارم. یه داد میزنم آماره تو میبرم گوشیمو بده. گوش کن، تو این قضیه میدونم که دست داری، اینو میدونم و پیداش میکنم. مهمت، چه کار خوبی کردین برگشتین خونتون. تحمل دوری شما رو نداشتیم مادر. مطمئنم اصلی هم تحمل نداشت. مامان شما بزرگتر اونی، باید بهش راه نشون بدی و پشتش وایسی. شما باید به اون دل و جرأت بدی. ببین اگه بابا ستون این خونه باشه تو هم زمینشی، و اگه زمین محکم نباشه خونه ویرون میشه مادر. اون خدیجه هست؟ نمیدم، من این بگمه نمیدم. برم کن، زود باش، گوشی منو بده، بهتش دیگه دیوونه شو. بهت اصلی تو داری چی کار میکنی؟ اصلی این که چی شده از دخترت باید بپرسی. اینجا چه خبره؟ نه اصلی برو تو اتاق، تلان همه صداتونو میشنوم. من از هیچی نمیترسم، بذار بشنوم. ای خدا مامان، این دختره بچه‌رو گیر داده به من، من چی کارت کردم آسلی؟ اینجا چه خبره؟ چی شده فردوس؟ آبجی زهر، وقتی اومدم دیدم آسلی داره موهای دخترمو میکشه. مگه من چی کارت کردم آسلی؟ از شونه من چی میخوا؟ سوالت اشتباهه، نباید بگی من چی کار کردم، باید بگی من چی کارت میکنم، چی کار میکنم. حالا که مهمت تو رو دوست نداره، برای اینکه دوست داشته باشه چی کار میتونی بکنی؟ بیا به این فکر کنی. خواهش میکنم. چیو خواهش میکنم؟ رمز گوشیش تاریخ تولد توه. داره دروغ میگه، قسم میخورم همچین کاری نکردم. داره دروغ میگه. چی میگی؟ من دروغ میگم؟ من تو این خونه اهمیت ندارم، من تو این خونه اهمیت ندارم. خطر اصلی اینجاست، چرا منو درک نمیکنی؟ من کاری نکردم، این دختره داره دروغ میگه. بس دیگه، بس. زنده شما لطفاً پیش خدیجه بمونیم باشه؟ بیام ما بریم تو اتاق. نمیام، تو این قضیه دست داری، من اینو ثابت میکنم. اصلی ولم کن، ولم کن، تو این قضیه دست داره، ماه پشت ابر نمیمونه، نشونت میدم. شنیدی چی گفتم؟ اصلی مهمت ولم کن. خواهش میکنم. دعا کن، نه بابات نه آقا زیا خونه نیستن، انشالله باعث خجالتم نمیشی. همه برین تو اتاقتون، زود باشین. بریم دختر. تو داری چی کار میکنی؟ همون کاریو میکنم که تو میکنی. منم میخوام بفهمم پشت این ماجرا کی وجود داره. این وقت شب یواشکی میری تو اتاق یکی دیگه که اینو بفهمی؟ آره لازم باشه بازم این کارو میکنم. چیه؟ برای چی اینجوری نگام میکنی؟ بی خودی نگام نکن، بذار ببینن، بذار همه ببینن اصلی جدید چجوریه. چیه مهمت؟
به کمک احتیاج دارم. امروز آرزو که کردی برآورده میشه. منظور چی؟ دعاها و آرزوهایی که از ته دل باشن برآورده میشه. داداش هنوز منتظر بمونی؟ هر چقدر لازم باشه منتظر میمونیم داداشم. باشه. دمت گرم. سهر. میتونیم حرف بزنیم؟ البته گوش میکنم. مهمت کاریه که من نتونستم کرد، به هممون یه درس بزرگ داد. منم از این درس بزرگ به سهم خودم یاد گرفتم. اون نامه رو تو نوشتی. چه نامه ای؟ همون نامه ای که سالها پیش من الان نور از هم جدا کرد. حرف اون زن باور میکنی و به هم تهمت میزنی؟ متاسفم زیا، خیلی متاسفم. منم اولش باور نکردم، گفتم این زن منه. 30 سال سر روی بالش گذاشتیم ولی اشتباه میکردم. وقتی با خدیجه حرف میزدی با زبون خودت اعتراف کردی. من فقط یه نامه نوشتم، فقط یه نامه، هیچ کار دیگه ای نکردم. بعدش حتی به هم دیگه زنگم نزدن. عشقشون انقدر هم بزرگ نبود، با یه حمله افتادن و نابود شدن. نابود. اون زن لیاقت زیارو نداشت، من زیارو نجات دادم. به خاطر اون، به خاطر صلاح اون جنگیدم. به این کارم افتخار نمی کنم، ولی اگه الان بود بازم همین کارو می کردم. حق با الانور بود. بیا تو. ماما چقدر خوشگل شدی. همیشه من خوشگلم. من یکم دیگه میرم کلینیک، وقت ملاقات رو هم تلمبار شده. تو جای من اصلی و ببوس. باشه. باشه عزیزم. باشه، خدافیز. به سلامت. و نمایش شروع میشه. من هر کاری کردم به خاطر این بود که خیلی دوست داشتم زیا. به این کارم افتخار نمی کنم، ولی سنم خیلی کم بود، تازه 18 سالم شده بود. جوون بودم، تحت تأثیر حرفای مادر خدا بیامرزت قرار گرفتم. اگه الانم ازم بپرسی دروغ نمیگم، از این کارم پشیمون نیستم. چرا تا حالا اینا رو بهم نگفتی سهر؟ چرا اینا رو واسم تعریف نکردی؟ اگه میگفتم چی عوض میشد ها؟ میرفتی پیش اون زن؟ تو بهم گفتی، گفتی مال گذشته است. منم حرف تو باور کردم، غرورم رو نادیده گرفتم،
اون زن اومد اینجا منو دست انداخت. اصلا بی‌ادبی نکردم. تو نمیتونی دلیل این کارشو بفهمی؟ تنها هدفش از هم پاشیدن خانواده ماست. حق نداری یه اشتباه با یه اشتباه دیگه پاک کنی. تو هم حق نداری به خاطر یه زنی که مال گذشته است نسبت به قصد و نیت شریک 30 ساله زندگیت شک کنی. از هم دستیش با خدیجه حرفی بهت زد؟ اون شب که رفته بودیم رستوران فقط برای به هم زدن آرامش ما اومده بود. وقت و بی وقت میاد اینجا و سرم داد میزنه. اینا رو هم بهت گفت؟ اگه اصلی دختر آلانور نبود اجازه میدادی محمد باهاش ازدواج کنه؟ یه دختر جوون رو تو این خونه حبس میکردی؟ بهت گفتم این کارو نکن. چند بار هشدار دادم ولی گوش نکردی. به جای اینکه با عروس جوونت هم دل باشی آزارش دادی. تو چه فرقی با آلانور داری ها؟ من چه فرقی با آلانور دارم؟ آره؟ آره، اونم مثل تو از خدیجه استفاده کرد. تو به خدیجه امید وایی دادی که کنارت باشه. حالا که منو با اون زن یکی میدونی پس اینجا چی کار میکنی؟ برو، واقعا برو. تصمیم تو بگیر، یا کنار خانوادت میمونی یا میری پیش اون زن. صبح بخیر. سلام محمود، تو اینجا چی کار میکنی؟ هیچی، از اینجا رد میشدم گفتم یه سر بزنم ببینم کم و کسری نداشته باشی. واقعا که بیا فرض کنیم باور کرده. باور کن. خب حالا چطوره؟ خوبم. تو چطوری؟ خوبم خدا رو شکر، خوبم. قشنگ شدی. ماشین داره میاد. میخوای برسونمت؟ داداش چون کل شب اینجا بودیم همسایه‌ها شاکی شدن. باشه برو. کل شب؟ یه سر اومدم بابا، علکی شلوغش کردم. خب چیکار کنیم؟ برسونمت؟ باشه، ولی اونجا هم منتظر نمیمونی. باشه باشه، منتظر نمیمونم. بیا بریم. صبح بخیر. تا وقتی ازت جواب بگیرم به نوشتن ادامه میدم. خدیجه؟ چیه دختر؟ مثل جندیده ها چشات خلمبه شد. چیزی نیست ماما. باشه، صبونه رو حاضر کردم. سالات زیتون خوشمزه هم درست کردم. بیا مامان دختر با هم بشینیم بخوری. مامان من گشنم نیست، راحتم بذار دیگه. نه خدیجه، همیشه تو ذوقم میزنی دختر، همیشه. آه، تو شرکت ما کار میکرد داره؟ آره اونجا کار میکرد. اومدن و رفتنش تقریبا یه ماهی طول کشیده. ممنونم بسیم. الان بررسی ها رو شروع میکنم. با سروان حرف میزدی؟ چی گفت؟ تونستن قاتل پیدا کنن؟ فعلا نه. خب چی شده؟ گفتی بررسی میکنی محمد. محمد کارلی، یا به هم میگی یا اینکه من به تلاشای خودم ادامه میدم. باشه خانم، من تسلیم میشم. اون پسری که کشته شد یه مدت کوتاه تو شرکت ما کار میکرده. خب این یعنی چی محمد؟ ولی تو فکرشو نکن. نمیشه که عزیزم. عشقم، مگه میشه من کاری بکنم که خودم رو به خطر بندازم؟ اصلا قصد ندارم به این زودیاتو رو ول کنم برم. دیوونه بازی در نیار. دایی چرا نرفتی شرکت؟ به همون دلیلی که شما نرفتین خواهر زاده. بعدش هم اگه محمد هم نگفت وقت با هم بودنه. متین به هم زنگ زد.
کسی که کشته شده زمانی تو شرکت ما کار می‌کرد. چی داری میگی پسرم؟ پس میشناسیمش. یعنی چی؟ پس اون بی‌شرف نمک خورده و نمک نوش شکسته؟ میبخشی بابا. اونم ولات دست کسی بوده سرجو. مشکل ما با اون نیست. با اربابشه. دایی جون شما هر چقدر میتونی راجع به این آدم تحقیق کن. ببین چه شغلی تو شرکت داشته، کی استخدام شده و آدرسش چیه. همه رو برام درمیار. خیالت راحت خواهرزاده، اون با من. پس با اجازت من وقت تو تلف نمی کنم و زودتر میرم شرکت. منم میرم به کارگزینی سر میزنم داداش. خیلی زود برمیگردم. باشه سلجوق. با یه معمای سخت و پیچیده طرفیم آبجی، ولی من حلش میکنم. چیزی نمونده آبجی. با یه سرنخ کوچیک، با یه سوتی کوچیک کارو تموم میکنم. اینطوری فکر میکنی؟ به نظر تو کیه؟ فردوس. فکر کردم کیو میخوای بگی حالا. دختر مگه میشه آخه؟ تو بخند بخند بخند، حقم داری. ولی یکم فکر کن، تو همه اتفاقات هست ولی از یه طرفم نیست. اینقدر باهوشه که بدون هیچ کس فکرشو نمی کنه جرأت همچین کاریو داشته باشه. از دور که نگاه میکنی یه گربه ترسوه. نه بابا، گناه خیلی بزرگیه. هر کسی نمیتونه این کارو کرده باشه. آره خب حق داری، منم اولش اینطوری فکر میکردم. ولی یه چیزی از چشم دور مونده آبجی، هیچ کس از اول بد نیست. زندگی، شرایط زندگی آدم رو بد میکنه. خدیجه خونه است؟ دیدینش؟ میدونین کجا رفته؟ نه ندیدیم، به خدا ندیدیم. اینا چیه؟ کی قراره بخوره؟ من که بهتون لیست ندادم. دادیم، لیستی که دادی نو درست کردیم سر خانم. اینا رو اصل خانم گفتن که درست بکنیم، ظاهرن مهمون دارن خانم. چی قراره بیاد؟ چرا کسی به من خبر نداده؟ شما وایسین، من باز میکنم. خوش اومدی. خیلی ممنونم دخترا، خوش اومدی. اصلی میگم این زن مارو میخوره. خوش اومدی. خوبی؟ ممنون. تو چطور؟ منم خوبم. سلام. خوش اومدی. لطف کنین و وسایل دوستامو بگیرین. سلام. خوش اومدین دخترا. شما ها برین تو باغچه، منم الان میام پیشتون. زود باشین بریم. از این طرف زود باشین بچه ها. من نشون میدم از این طرف. برید دیگه. اصلی جون، به نظرت الان وقت مناسبی برای دعوت از دوستات بود؟ شما خودتون گفتین سهر خانم، جمع و جور کردن مهمت دست منه. منم همین کارو میکنم. ضمناً این دوره همی برای من و مهمت خیلی خوب میشه. کاش منم از قبل خبر داشتم. شما این اواخر خیلی خسته شدین، نخواستم بیشتر از این خسته بشین. خیلی ممنونم دخترا. چند نفر دعوت کرده؟ سلام، اصلی کجاست؟ اصلا وقت تو از دست ندادین، همه چی گذاشتین کف دست زیاده. خب یه نفر باید حقیقتو میگفت. نمیتونین به خواستتون برسین. دیگه رسیدم. اصلی کجاست؟ تصمیم تو بگیر، یا کنار خانوادت میمونی یا میری پیش اون زن. فتوش برای همه بکش، من الان بهت میگم. باشه دخترها، یه چیزی بخورین. زود باشین بیاین، خیلی خوشمزه درستش کردیم. آره واقعا کار خوبی کردین، اومدین. خیلی ممنون. آفرین دختر مامانتی. دخترها چند وقت همدیگر رو ندیدیم؟ مدت زیادی همدیگر رو ندیدیم. آخرین بار قبل از ازدواج اصلی همدیگر رو دیدیم، نه؟ اصلی؟ سلجوق کجاست؟ درین جون، قرار بود امروز بره سر کار. چطور مگه؟ مگه باید چیزی شده باشه؟
سراغ دوستمو گرفتم. چیه مگه؟ نمیتونم بپرسم؟ خب اصلی؟ مهمت چطوره؟ مهمت خوبه، خیلی خوبه. الانم خونه هست، امروز سر کار نرفته. داداشم هم سورپرایز میشه. من که دیوونه وار کنجکاوم. اصلی جون، میگن شهرت برجور خوشتیپه. یه مرد و هزار نفر میخوان یه نفر میگیره. همیشه طرف انتخاب شده ما بودیم، مگه نه؟ وای اصلی، اون چرا اونجوری نگاه میکنه؟ موسی، اهمیت ندیم باشه؟ دختر ببین، خیلی بدجور نگات میکنن. اینجا خیلی انرژی منفی رو تو سعی میکنم. ببینم چرا نشستین، من نوشیدنی آورده بودم. آره کجا؟ آره آره فاتوش ببخشید، میشه بطری نوشیدنی رو برامون بیاری؟ آره همون شیشه، درسته. بیار. آره زود باش. و من اینو به افتخار زندگی جدید اصلی و مهمت باز میکنم. فاتوش استکانارم بیار. نه از اون لیوانا بیارم باشه؟ چی؟ چه فرقی داره؟ باشه لیوان بیار. آره خیلی خوب، همه بیاین برداریم. برداریم. آره خیلی خوب، انتخاب خوبیه. شما اینجا چه کار میکنی؟ زن دوستاشو جمع کرده آورده خونه. اون دعوت نکرده، دختر خودشون اومدن مادر. آره خب، ولی زمانی که انتخاب کردن با معنیه. آدم دلش میخواد به رفیق زندگیش باور و اعتماد داشته باشه. اون این کارو نمیکنه، اون اینجوری نمیگه، نمیخواد اشتباه کنه. خب دوستاشه البته که میان، ولی تحمل دیدن این زنو اینجا ندارم مهمت. آدم باید یکم غرور داشته باشه. مهمت جان بیا دیگه. عزیزم اومدی پایین، بیا دیگه. این همه آدم اومدن بلا به دور بگن. من الان میام. مادر تو هم میخوایی بیا، اینجا خونه توه. تو برو، من کاری مهمی دارم که باید انجام بدم. خوش بگذره. عزیزم من از این دعوت خبر نداشتم، کاش به هم میگفتی. مگه نگفتی اینجا مثل خونه خودمه؟ به خاطر همون. ولی اگه اذیت میشی میتونم بفرستمشون برن. نه راستش من اذیت نشدم، ولی قضیه پدرم و مادرتو دیروز جلوی همه گفتن. اگه میدونستم مادرت میاد منم با مادرم امروز صحبت میکردم. آسی جان ببین مهمت، تو وقتی تو این خونه زندگی میکنم مامانم هر وقت بخواد میتونه بیاد دیدنم. یعنی به نظرم این حقو دارم، اینطور نیست؟ زود باش بریم دیگه. آره به نظر منم عالیه. خوب شده. روزه خوب دیگه. چه خیلی عالیه. بچه اومده. یکم به خاطر کارام دیر کردم، واقعا میبخشید. خوش اومدین. خیلی ممنون. خیلی ممنون. مهمت جون حالت چطوره؟ خوبم، خیلی ازتون ممنون. آقا مهمت بلا به دور باشه. وقتی شنیدیم واقعا شوکه شدیم. آره ولی خوشحالم حالت خوبه. خوبه، ممنونم. سلام، ما قبلا آشنا نشدیم. معلوم شد چرا تو اصلی تو رو قایمت میکرد. مهمت خوشحال شدم. مهمت منم سیمم. منم خوشحال شدم. خیلی خوب عزیزم بیا، خیلی لاغر شدی، بیا یکم از این خوراکی ها. نه عزیزم خیلی ممنون، تو رژیمم. پس بشین، خسته میشی. مشکلی هستش؟ نه عزیزم، چه مشکلی میتونه باشه؟
یه پیام دادی بقیهش نیومد. کاش صدات هم بشنوم. شماره تو بفرست دیگه. دلتو خوش نکن. دیدم حرف حالیت نمیشه، گفتم با صدای خودم بگم. من یکی رو دوست دارم، به زودی ازدواج میکنیم. چه ربطی داره؟ میونمون خیلی هم خوبه. بگذاریم، به تو مربوط نیست. ببین دیگه به من زنگ نزن، نامزدم میبینه برات بد میشه. خونه چطوره؟ عادت کردی؟ آدم یواش یواش عادت میکنه. یکم دلگیر نیست؟ یه مقدار سبکش قدیمیه دیگه، اینطوریه. حتما اهل ورزش هم هستی نه؟ نه، این وقتا که فرصت میشه. ولی نزولت فقط با ورزش مداوم درست میشه. میشه به منم یه دونه از اون میوه ها بدی؟ عزیزم چیزی لازم نداری؟ ببینم حالت خوبه؟ خوبه. چیزی میخوای برات بیارم؟ واقعا خیلی خوششانسی. پسری مثل مهمت پیدا کردن خیلی سخته. آخرین نمونه از این مدل است. به نظرم زیاد بیرون نبرش. آره سین جون، آره. خوششانس بودن همدیگر رو پیدا کردن. درسته. تو هم خوششانسی مهمت. خیلی از پسر رو دنبال اصلی بودن ولی بهشون رو نمیدن. الان گذشته ها چه اهمیتی داره؟ حتی یه نفر بود بعد جور پیله کرده بود از اون مریضا. گفتیم پیله یعنی چی؟ یعنی از رفتارای مخصوص نوجوانا حرف میزنه، عاشق چرت و پرت گفتنه. اصلی کی برمیگردید خونتون؟ فعلا یه مدت دیگه اینجا ایم. یعنی مهمت گفت یه مدت باید اینطوری باشه. به نظرم حق داره، اینجا مثل خونمونه. خونوادمونن مگه نه؟ نوشیدنی خنک میخوای عزیزم؟ بله حتما. چی میخوری بیارم؟ لیمونات میخورم. خوب آخا مهمت، تو چطوری؟ من خوبم، بهترم میشم. امه؟ بی چشم رو نمک نشناس. امه جان چی شده؟ صدای منو ضبط کردی و برای اون زن فرستادی؟ این کار یعنی چی؟ این کار یعنی چی؟ تو بغل من بزرگ شدی، با دختر خودم فرقی نداشتی، لایق پسرم دونستم. آخرش چی؟ آخرش چی؟ پاداشش این بود؟ واقعا برات متاسفم، برات متاسفم. مار تو آستینم پروروندم. برو کنار. سیم بیا اینجا یه عکس بگیریم. بیا. باشه مهمیه. بیاین بچه ها. خب یکم پیامامو نگاه کردم. میگم آبچی، اصلی خانم مثل خانم خونه رفتار میکنه، نکنه خانم جدیدمون شده. با بودن سهر خانم حتما دیوونه شدی. سلام آقا زیا، صبحتون بخیر. چیش بود؟ بابات پیداش نیست، مامانت هم نمیبینم. خب اونم بابا بیا اینجا. مینا تو هم بیا. خوش اومدین.
خیلی ممنون. دخترا چطورین؟ خوش میگذره؟ بله ممنون. خونتون خیلی قشنگه. ممنون ممنون دخترم. بازم بیاین، خوشحال میشیم. حتما میاییم. حتما. زیا جون یکم باد میاد، یه چیزی بیارم بپوشی؟ نه آفتاب گرمم میکنه. خوبه. سر پا موندیم بابا زیا، میخواییم بیاییم بشینیم؟ بیاییم. آره بفرمایید، خواهش میکنم. اصلی دخترم این مال توه؟ مال دختر است، بدیم به من.